و در پی انتشار خبر تظاهرات گسترده در تهران و چندین شهر دیگر در اعتراض به حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری سفیر بریتانیا در سازمان ملل شب گذشته از حکومت ایران خواست برای کاهش از تنشا دست به اقدام بزند بهنام نتیقه از نیویورک این موضوع رو دنبال کرده و به جزئیات اشاره خواهد کرد بهنام خب بعد نمایش تصاویر تظاهرات خشمالود در تهران و شهرهای دیگه که مردم در اون تظاهرات استعفای رهبر جمهوری اسلامی رو خواستار شده بودند فاکس نیوز مصاحبه پخش کرد با خانم کرن پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل که حکومت ایران رو به از گرفتن مذاکره تشویق کرد و تاکید کرد که بریتانیا مایل نیست جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه من فکر می کنم زود باشد بگوییم معنی این تظاهرات چه می تواند باشد ولی الان همه ایران را از نزدیک زیر نظر دارند من امیدوارم که این تظاهرات انگیزه دیگری برای ایران باشد که تنشها را کم کند از دنبال کردن تسلیحات اتمی دست بردارد و وارد مذاکره شود وزیر خارجه ما دامنیک کم به آنها گفته است الان یک فرصت برای دیپلماسی وجود دارد که امیدوارم ایران از آن استفاده کند و این فقط خود آنها هستند که باید این تصمیم را بگیرند کسی نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد خانم پیرس گفت که حکومت ایران تقاضاهای آمریکا و بریتانیا برای مذاکره را قبول نکرده ولی تاکید کرد که مقامات نظام باید به حرف مردم خودشون گوش بکنند در پاسخ به سوال خبرنگار درباره کشته شدن بیش از 1500 تن در تظاهرات آبان ماه 1998 سفیر بریتانیا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفت ما با دولت آمریکا هم عقیده هستیم که حکومت ایران باید حقوق اساسی ملت خود را که حق برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز یکی از آنهاست احترام بگذاره و مهم اینه که به صدای مردم گوش فرا بده خانم پیرس دستگیر شدن کوتاه مدت سفیر بریتانیا در تهران رو هم نقض آشکار قانون بین به ویژه کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک دونست و اون رو محکوم کرد و گفت سفیر بریتانیا برای ابراز همدردی با بستگان قربانیان حادثه حمله موشکی به هواپیمای مسافربری یوکرین ایرلاینز به آنجا رفته بود و وقتی عزاداری به تظاهرات تبدیل شد اون اونجا ترک کرد و رفته بود سلمانی که اونجا دستگیر شد سفیر بریتانیا در همین مصاحبه به نقش قاسم سلیمانی اشاره کرد در سوریه ولی گفت آقای سلیمانی تنها نبود او از روسیه هم انتقاد کرد که روز جمعه پیش از رسیدن کمک های انسان دوستانه به شمال روسیه در اطراف ادلب جلوگیری کرده بود